خب بچه ها، من از اینجا وارد تب موشن ترکینگ میشم، روی اوپن میزنم. ببینید ویدیوی من این هست. خب من باید مشخصات اینو ببینم. خب من از اینجا وارد دیتیلز میشم، فول اچ دی هست و فریم ریتش هم 30 هستش. خب من وارد تنظیمات بلندر میشم و همین رو باید براش اوکی کنم. خب من روی این بزنم، روی این، از اینجا اینو بذارمش روی سایکل که بعدم خواستم رندر بگیرم. حالا اینو بعدنم میشه انجام داد، ولی اصل کار همین 1080 اینا هستش و این رو هم روی 30 فریم میارم. حالا فوتیج هم وارد میکنم، من اینو یه خورده زوم اوت میکنم و از این قسمت کوالیتیش رو میتونم ببرم روی 100. خب من وارد تب فوتیج میشم، 366 فریم هستش. خب اینم که 250 پس من ستیم فریمز رو میزنم که ست بشه. ریفرش رو هم میزنم اینجا و میزنم پر بشه و بعدش از اینجا هم لوکیشن روتیشن اسکیل رو هم میزنم، چون من فکر میکنم داره یه هلو. حالا خیلی هم باز حرکت خاصی هم داشته باشه، حالا میزنیم ایرادی نداره. تیک نورمالایز هم میزنم واسه اون نور پردازی ایناش و دتک فیوچر رو میزنم از اینجا. از این قسمت هم مارجینش رو میذارم روی 32، این رو هم 0.10 و 64 که نقاط ترکمون بیشتر باشه که بتونه خیلی با کیفیت تر ترک انجام بده. روی این من میزنم که ترک رو انجام بده، صبر میکنم که تا آخر پیش بره. خب من این نوار تایملاین رو این خودم میارم بالا، میبینید کامل واسه ما ترک کرده. دیگه نیازی نیست یک ترک دیگه انجام بدم، چون که اون ترک هایی که اولش هست همین رو تا آخر پیش برده. اما باز یه سری ارور هم داره، میبینید این دامنه رو. خب من از قسمت سالف اینجا تو قسمت کلین آب، از قسمت فریم، کل فریم همون 336 داست و از اینجا هم 0.120 رو من میزنم و تایپش رو هم که دیلیت ترک میزنم و کلین درک که اون ترک هایی که هاوی ارور بودش رو واسه ما پاک کنم که فقط ترک های تمیزتر واسه ما بمونه. خب من اینو بیارم یه ذره پایین. با بخش ترک دیگه کاری نداریم، الان ما وارد تب سالو میشیم. اینجا من فوکالنت این ستو تیک رو باید طبق معمول شما بزنید اینجا که باید سالو کمر موشن رو باید بزنید. من ای رو میزنم که کلش انتخاب بشه و روی سالو کمر موشن من میزنم. صبر میکنم که این پر بشه. 99%. اینجا پیامش میاد سالو ارورش انقدر. حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که به برنامه بفهمونیم که فلورش کجاست، اون زمین و ست اورجینش رو مشخص کنیم براش. من همینجا این رو با این قسمت شیفت رو شما نگه می‌دارید و با اینجا رو می‌بینید، این نقطه، این نقطه و این نقطه میشه زمین ما، این وسطی میشه ست اورجین ما، اون نقطه وسط ما. خب پس من فلور رو میزنم و روی این میزنم و ست اورجینش رو میبینید اینجا مشخص میشه و در آخر هم میام پایین و ست آب ترکینگ سین رو من میزنم. میبینید خیلی راحت. حالا من وارد همون تب خودم میشم، اینجا نامپد صفر رو بچه ها میزنم. بذارید من از اینجا این رو هم فعال کنم براتون که ببینید. استارت میخوره بیارم این بر که شورت ها تیمه رو من زدم شما ببینید. خب اینو خود زوم میکنم، از این یه خورده میارم اینو عقب که این ترک ها رو ببینیم. میبینین قشنگ خیلی دقیق و اینا واسه ما ترک شده، که البته اگه یک ذره چیز داشته باشه من میتونم این یه ذره بیارم بالاتر که اون یه حرکت جزئی هم اگه داشته باشه برامون رفع بشه. گلوی ما هم انقدر میگیره موقع صحبت کردن. خب توی ویدیوی قبلی من راجع به فورگراوند و بکگراوند گفتم بکگراوند واسه ماسک کردن هستش، فورگراوند هم که هر چیزی که توی صحنه هستش و برای اگه پلن باشه که برای سایه‌اش هست. خب من الان اینجا واقعا نیازی به این پلن و این کیوب ندارم و قرار شد که من اینجا یه دونه ماشین بیارم، ادانه ترانسپورتیشن. از اینجا من میتونم یه ماشین انتخاب کنم. بذارید ببینم از بخش اسپورت کدوم رو بیارم. من همین BMW Z4 رو میارم و کیفیت HD همین رو اد بکنم با همین رنگ. خب ببینید وارد صحنه میشه اینجا. خیلی لازم من اینو
از اینجا من خارجش کنم. یا من گفتم اینجا من یه دوربین دیگه هم که دارم از اینجا راحت تر ببینم. بشین یه خورده بزرگ میکنم. خب من زد رو میزنم و میخوام وارد رندر بشم، یا از همینجا هم میتونم، از همینجا میتونم سویچ کنم روی رندر ویو. میبینید اینطوریه، این به خاطر این هستش که شما از همین تنظیمات رندر از قسمت فیلم این تیک ترانسپرنت رو باید بزنید و ترانسپرنت گلس رو هم باید بزنید، چون ما شیشه هم داریم اینجا و میبینید تاریک هستش. پس ما باید یه دونه HDRI هم وارد کنیم. من از این قسمت روی کالر این نقطه میزنم و Environment Texture رو میزنم، روی Open رو هم میزنم. از قسمت HDRI یا از قسمت Nature یه HDRI مشابه رو من میارم اینجا، یه نورپردازی مشابه بونده شده بشه. بچه من از قسمت کامرا میبینید این نور ماشین بیشتره، شما روی این کامرا میزنید، روی تنظیمات کامرا اینجا. از قسمت Background Image این Opacity شو میبرید آخر که اون ست بشه با اون، که وقت دچار اشتباه نشید که نور اون بیشتر یا نور اون کمتره. خب البته ما از قسمت استرنگ یا همون اشتیارهایی که به این دادیم، از اینجا هم من میتونم بهش یه خوره اینو کمش کنم که با نور محیط اوکی تر باشه. اون 1000 زیاده. خب اما میریم برای انیمیشنش. البته قبل اینکه ما وارد این انیمیشن کردنش انیمیتش بریم، من یه سری چیز داشتم اینجا من تنظیم کنم. اول اینکه ما باید به این سایه بدیم که زیرش بدونه. من پلن من اینجا ایجاد میکنم، این یه پلن میارم اینجا. خب اینو من میکشمش از این قسمت هم میتونم بکشم اینجا و باید بیشترش کنم. البته البته اینو میتونم بخواه ببرم عقبتر. خب برای اینکه اون سایه تشکیل بشه، من وارد تنظیمات آبجکت میشم اینجا و از قسمت ویزیبیلیتی اینجا میبینید ماسک نوشته، شادو کچر رو تیکیشو میزنم. میبینید یه سایه افتاده اینجا، دقیقا اون سایه واسمون اعمال شده. بچه اگه خواستید اون HDRI و اون نحوه بازتاب نورش رو تغییر بدید، میبینید ما یه HDRI انداختیم دیگه اینجا. من از این قسمت اینو وارد ورد میشم اینجا، این HDRI که ما اینجا وارد کردید روی این شما کلیک میکنید و کنترل تی رو میزنید. از این قسمت روتیشنش رو میتونید تغییر بدید که اون سایه و ایناش کجا بیفته دقیقا. خب من از محور ایکس و وایش اینو گذاشتم روی سی، فکر میکنم سی اوکی تر باشه. خب بعد از این من این رو از روی کیبورد میزنم اینجا و اگه ماشین، خب ببینید میخوام دقیقا بچسبه رو زمین، استاپ ویکل تو گراند رو من میذارم که کامل بچسبه به این پلنی که داریم و برای انیمیت کردنش هم make editable for animation رو میزنم. حالا این رو که بزنم اینجا روی این که من بزنم، از قسمت پوز مود میتونم انیمیتش کنم. ببینید من اینجا میتونم چرخش رو تکون بدم. خب اما بریم برای انیمیت کردنش. اینو من ببرم عقب. از کجا شروع بشه؟ ببینم این از من فریم صفر آوردمش. این رو بیارم تا اینجا. خب از همینجا شروع بشه. من وارد پوز مود بشم روی این، من کلیتش من بزنم، من کی فریم ها رو از همینجا آغاز کنم که از همینجا اوکی بشه. خب تا فریم 100 بیاد یه خورده بیاد جلو. خب این تا اینجا بیاد، تا 160 که میاد میخوریم میاد این سمت. بزیدین یه خوریم میرمش عقبتر. این رو هم اینجا. نه اینو من یه خوریم میرم عقبتر. میبرم عقبتر و یه نگاهی داشته باشیم ببینیم.
من یه پلی انجام بدم ببینم. آره فکر میکنم خوبه که این تا اینجا بیاد دیگه، بچرخه بره به سمت جلو. بیاد واسه یه پارک کردنش، این تا اینجا بیاد یه خورده این و آره دیدم چجوری شد. خب ببینید سرعتش زیاده این تیکه، این رو من میبرم بالاتر تا 200 ببرم که دور اوکی تری داشته باشه. خب این تا پس تا اینجا بذار ببینم اینجا ببینید میخواید روتیشن بدید اینجا. اول ما یه روتیشن ریز بهش میدیم، اینجا که میاد نزدیک اینجا که میشه باز یه روتیشن ریستر، و اینجا که میاد دیگه دور میگیره. ببینم چجوری میشه این کار. من ببرمش جلو یه بیشتر دور بگیره، میخوره جلوتر میاد اینجا. اینجا من راست کلیک میکنم و از قسمت ایزی ما اینجا ما ایزی این رو میزنیم. ایزی این و ایزی اوت. ایزی این واسه زمانی هستش که اون انیمیشن ما تموم شده و به اون کی فریم آخر هستش. این برای ورود هستش، ایزی اوت برای ورود، ایزی این برای آخرشه. من رو روی ایزی این میذارم که حرکت نرم تری داشته باشه. میبینید خیلی نرم پارک میکنه. ببینم اینجا اگه ما آره الان بهتر شد، زیبا دیگه من ببینم درسته. اما میرم برای حرکت چرخا. برای حرکت چرخو هم که اینجا روی این سبزه، اینجا من یه کی فریم بهش اضافه میکنم. اینکه داره فعلا مستقیم میاد، اینجا میخواد بپیچه. خب پس به اینجا که برسه یه ذره عقبترش من برم، اینجا هم باز من یه کی فریم هم بهش بدم که اینجا دیگه این رو بزنه به این بر. بپیچه کامل این طرف، به اینجا که برسه یه خورده بیچه این بر و از اینجا به این سمت. میاد تا اینجا. یه نگاه کلی داشته باشیم. آره خوب. بعدش باید بریم برای تاب ماشین، یعنی این بالا. اینجا یه کی فریم من بهش میدم، یعنی این که میگم کی فریم میدم یعنی یه حرکت کوچولو ما بهش اول میدیم که اون بشناسه. ها اینجا میاد جلوتر. خب میاد کدوم سمت بچه ها؟ این میاد این ور داره میشه، میبینید میاد این ور دیگه. بذارید من یه لحظه من از اینجا این دینامیزر رو من بزنم شما اینجا بهتر ببینید. من یه خود زوم میکنم که ببینید اینجا قشن. ببینید ماشین که میخواد این ور بپیچه، ببینید میخواد این ور بپیچه دیگه. این پس میاد به این سمت. البته درست داره سرعت زیادی هم نداره که باید این دیگه اینجوریش کنیم، ولی خب یه ذره بهش افکت رو میدیم دیگه. این خود میاریم این و ببینیم که یه ذره یه کوچولو میتونیم حالا بیشترم بدیم. میخوام یه خورده قشنگترش کنیم دیگه. این میاد پس اینجا، ببین تا همینجا که میاد دیگه بسته. یه خورده میاریمش دوباره میاریم سر جاش تقریبا، یعنی یه همچین حالتی. ببین یه اینجوری یه خورده بیشتر بدیم، یه همچین حالتی بهش میدیم. بعد اینجا که میاد حالا من اینو بیارم اقلتر، اینجا که میاد اینو یه ذره ببرمش این و بوده این و زیبینم چه چی شد. آره اینجا که میاد یه خورده من ببرمش این و
خورم عقب، این کوله همش بده جلو، میخورم این طرف و بزنم دقیقا. آره میخوره این و و اینجا که میرسه برای ترمزش اینو میاریم جلو، میاریم جلو به این سمت تا اینجا و دوباره میبریمش عقب تا این وسط. بذارم چجوری شو میاد اینجا ترمز میگیره و وای میسته، نمیخوره باز میاد اینجا و ترمز. خب پس این تا اینجا شد، این میاد این طرف تا اینجا میاد و ترمز. خب راننده هم که نداره و تقریبا تمامه دیگه. ما خب شاید سوال پیش بیاد که این برشه، این ببینید واسه جایی که میخواد بپره اینجا تعقیب و گریستشون برای اوناست. این فعلا اینجا این صحنه به کار ما نمیاد، اینا یه ماشین میخواد از یه جایی بپره و اینا، این بیشتر برای اونه. خب بچه اما برای رندر گرفتنش، خب ببینید ما اینجا مک سمپل گذاشتم 128، همین مقدار کافیه. خب از قسمت لایت پث شما اگه ببینید نویزی اینا داره، میتونید مقدار توتالش ببرید بالا، دیفیوزش هم مثلا بکنیدش 8. خب و اگه از قسمت شیشه باز نویزی داره، همین 4 رو میتونید به 8 افزایش بدید و همینطور ترانسمیشنش. ولوم هم که برای قسمت هایی هستش که مه باشه که ما توی زن مهی نداریم. و از اینجا خواستم اینه که بتونم بگم تیک موشن بلور هم که فعال هستش اوکیه، اون واسه حرکت کلن انیمیشن و اینا خیلی ضروریه. ترانسپرنت و اینا هم که اوکی هستش، چیز خاصی نداره اینجا چون صحنمون هم یه صحنه ساده هم هست. و اینم که روی جی پی کارت گرافیکه که سریعتر میتونه انجام بده برامون روی سایکله. از همینجا من بذارید من یه فریم هم بگیرم اینجا، صبر میکنم که این یک فریم رو بگیره. خب اینم از یک فریم رندر، نویز اینا هم چیزی نداره، خیلی تمیز و درست هم گرفته. همین رو شما میرید قسمت رندر و رندر انیمیشن میگیرید و جایی هم که سیو میشه از این بخش، خب این 30 فریم هستش. ببینید فریم استارتش از فریم اول تا 366، یعنی اون کل فوتیجمون انقدر تا آخرش پیش میبره. و آوتپوت از اینجا درایو ای و مثلا قسمت انیمیشن از اینجا میتونید شما تنظیمش کنید. پی ان جی هم هستش و البته من توی ویدیویی که راجع به وی اف ایکس داشتم صحبت میکردم، اگه شما میخواید بگراندش باشه، یعنی اون فوتیجه باشه که هیچه، همین رندر میگیرید. اگه نمیخواید باشه شما وارد تب کامپوزیتینگ میشید اینجا. خب ببینید اینجا مووی کلیپ که همون فوتیجتون هست، این هیچی. اگه میخواید که فقط همین این بمونه که پشتش ترانسپرنت باشه، ببینید رندر لیر رو میبینید اینجا. خب این رو شما دنبال میکنید، این لینکش رو میدید قشنگ به همین کامپوزیتیو و همین رو شما اگه رندر بگیرید فقط از ماشین و سایش میگیره، یعنی پشتش کاملا ترانسپرنته. خب بچه به همین راحتی ما تونستیم با کمک همین ادانه ترانسپورتیشن یه همچین صحنه رو درست کنید. اگه خوشتون اومد لایک و کامنتیاتون نره، به کانالم سر بزنید، کانال رو ساب کنید و تا ویدیو دیگه میرسید.